با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهوانی هستم. در این آخرین روز، یعنی 31 روز از 7 ماه در 15 سال از 3 هزاره، خوشحال و خرسند که این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و سپاس داریم از اون دسته از عزیزانی که با مهر خودشون نسبت به بهتر شدن برنامه به ما یاری میرسن. من قبل از اینکه بریم خدمت آقای ودی، چون میدانم که این برنامه جزء برنامه‌های پرمخاطب تلویزیون هست، اجازه بده که یک نکته‌ای رو راجع به وضعیت تلویزیون به عرضت برسونم که من متأسفانه روز دوشنبه نمیتوانم در خدمت شما باشم، به خاطر اینکه یک بیمارستان باید برم و یک دوره جراحی کوچک، ولی زیاد مسئله مهمی نیست، ولی به حال قادر نیستم که اینجا باشم. بعد ساعت 10 صبح ظاهرن زیر تیغ باشیم، بنابراین محرومیم از اینکه روز دوشنبه در خدمتت باشیم. میدانم که عرض کردم که چون این لحظه رو میدونم که شما ناظر هستید و شاهد هستید، گفتم که این خبر رو همین لحظه اعلام کنم که دوشنبه غیبت خواهم داشت. از این بابت پیشاپیش عذرخواهیم. اما بریم به ماجرا. میدانید که هفته آینده، یعنی امروز که 9 مرداد است، در 109 سال پیش، یعنی 1906 1285 خورشیدی، در روز 14 مرداد مظفرالدین شاه فرمان مشروطه را امضا کرد و از اون روز ایران یک گامی در جهت ترقی برداشت و ما شاهد هستیم که از همان دوران مشروطه در حقیقت نوری به تاریخانه افتاد و فضایی روشن شد که البته با مخالفت‌های مذهبیون و قشریون همواره این حرکت مواجه بوده و حاصلش هم در سال 57 دیدیم که بالاخره فرزندان شیخ فضل‌الله از سلفش پیروی کردن و مشروطه رو در ایران در حقیقت تعطیل کرد و این فضاحتی رو که امروز میبینی که ما رو به عصر شاید پیش از دوران، حتی نمیشه گفت دوران قاجار، ما شرایط اون از اون دوران هم واقعا اسف انگیزتر است. میخواستم از آقای ودی خواهش بکنم که اولا در مقدمه حدی راجع به مشروطه برامون بگن و ببینیم که نظر ایشون نسبت به این ماجرا چیست. اما میدانید که دو سه تا موضوع دیگه هم در پیش است. یکی دو تا اتفاق امروز اعلام کردن که در حقیقت ضمن این که مرگ ملا عمر رو گفتن که ملا عمر 1 سال پیش مرده است، من نمیدونم اگه 1 سال پیش مرده چرا الان بعد 1 سال میگوین، اعلام کردن که جلال الدین حقانی، بنیانگذار و رهبر شبکه حقانی که مدرسه حقانی ها رو در پاکستان درست کرده بود و سرمایه عربستان، او هم حدود 1 سال مرده. این چه موضوعی است و اصولا این که چرا دولتی رو که به حمایت آمریکا به سر کار آمده و آمریکا علیه طالبان حرکت کرد و طالبان رو سرنگون کرد و این دولت رو سر کار آورد، چه اتفاقی افتاده که امروز همین دولت دوباره محکوم به این که بره به سراغ طالبان و با طالبان گفتگو کنه؟ پس برای شرایط افغانستان چیز چگونه است؟ این هم یه موضوع که فکر میکنم خوب از آقای ودیعی سوال کنیم. و پرسش آخرم هم یقینا به موضوع دوباره همین ماجرای اسلامگرایان برمیگرده در غرب ایران و ترکیه. ترکیه‌ای که روزی فریاد میکشیدن که بله آقا اگه میخوای یه مدل اسلامی داشته باشی بفرمایید ترکیه، که من همیشه میگفتم حالا چرا ترکیه، شما چرا سنگاپور و مالزی و اینها رو در نظر نمیگیرید، چرا یه مرتبه به سراغ ترکیه رفتی؟ بنابراین دو موضوع اصلی، یعنی دو گوشه از مرزهای ایرانی که در شرق ایران در افغانستان چه میگذرد، یکی این حرکتی که در ترکیه هست چیست و چگونه است، ماهیت اینها کدام است، اینها در حقیقت پرسش‌های اصلی ما خواهد بود از آقای دکتر ودیعی و ضمناً ازشون خواهش خواهیم کرد که قدری راجع به
مشروطه و این حادثه بزرگ در تاریخ ملت ایران برامون سخن بگن. آقای دکتر، من شما نهایت سپاس دارم، درود بفرستم صمیمانه از حضور و حمایتتون تشکر میکنم. بفهمید خوشحال میشم اگر که سوالاتم مفهوم بوده باشه. سلام به شما آقای زیوانی، سلام به دوستان و شنوندگان محترم. مسلماً سوالا به جاست و مسلماً یاد مشروطه گرامیست. اما مشروطه در بارش هزاران کتاب، صدها کتاب به فارسی و اگر کلشو در دنیا بگیریم شاید نزدیک هزار کتاب به وجودش نوشته شده. اونا که اهل مطالعه هستن مسلماً این کتاب ها رو حداقل یه صد دومش یک دهمش رو خوندن. نکته هایی هست در باره مشروطه و مشروطه طلبان و کسانی که با این قانون 50-60 سال زندگی کردن که با رودرواسی مطرح میشه. ما باید این رودرواسی ها رو بذاریم کنار و ببینیم که واقعا مشروطه چه آورد، چه داد، چه نداد. از روز اول، از آغاز کار مشروطه، اساس نهضت مشروطه از اول، نقطه نظر اصلی کاهش قدرت پادشاه بود. قدرت پادشاه قاجار ورای تمام مقتضیات مملکت بود. یعنی یک تا دستور دهنده و کسی که روی اون حرف اون دیگه نمیشه زد. تمام موادی هم که بعدا از طرف مردم مذهبی یا نمایندگانشون یا از طرف دولت ها نماشید از طرف غیر مذهبی ها در این قانون گذاشته شد، اساسشون بر این بود که قدرت شاه تبدیل بشه یک قدرت قبول قابل قبول با در رابطه و تطبیق بکنه با قوانین مشروطه. در نهضت مشروطه برخلاف اون چیزی که ما میبینیم، روح و تفکر روحانیت بسیار وجود داشت. عوامل اقتصادی اجتماعی عقب افتادی ها و فئودالیسم و خارخاری و همه اینها، اونها رو بارها صحبتشو کردیم یا گفتم. ولی اون چیزی که روح مقاومت مذهبیون در این قانون هست، مرحوم بهبهانی آیت اللهی که در ظاهرا در کار مشروطه خیلی چیز داشت، وقتی که بند به بند قانون رو میخواستن تصویر کنن رسیدن به دادگستری، یک دفعه گفت که کسی که دنبال مشروطه میرفت به اصطلاح، یک دفعه گفت که نه این تیکه احتیاج به بحث نداره، ما خودمون این کار رو انجام میدیم. گفتن یعنی چی؟ گفت ما یه شرع اسلام داریم، احتیاج به دادگستری نیست، بر اساس اون رو چیزی تجدید کنیم. ایوانی یکی از دو رهبر روحانیت است که در انقلاب مشروطه سهم بزرگ داشته، ولی ایوانی مرد ثروتمند بوده، آیت الله بزرگی بوده و هم از دربار عنایت بهش میرسیده، هم از دولتی و از سوی مردم. بخش اول قانون اساسی ما چه تشکیل مجلس و بخش وقتی که شروع میکنن به بحث کردن میگوید که ما انتخابات هرچی بخواید بنویسید، ولی وقتی که برسن به این که خب مردم رای میدن، نمایندگان میان به مجلس، میگه نه، روحانیت نباید با رای بیاد، 10 نفر رو معین میکنیم، از توی اینا 5 نفر میاریم میذاریم تو مجلس. این خلاف اصل مشروطیت. و در قانون اساسی و این اومد حالا که آمده و
تونستن تغییرش بدن. دلیل چیه؟ دلیل اینکه از زمان قبلش از دوره صفویه به این طرف قدرتی سازمان یافته نه مثل قدیم پراکنده از سوی روحانی بوده که میگه من به سمت مسئله رأی رو قبول دارم، اما حکم شرع به وسیله من اجرا میشه، بنابراین در مسئله انتخاب در مسئله مجلس من نماینده هم میفرستم اونجا که خلاف شرع چیزی تصویب نشه. فراموش نکنید که در اون دوره همونها که دوباره مشروطه بودند همونها مذهبی بودند، در میونشون لااقل 99% آیایی بودند که نمازشون ترک نمی‌شد. یعنی ناسیونالیزمی که با عنوان ملی‌گرایی ایرانی شروع کرد بعدش به وجود آمد، در اون زمان هویت ما هویت تشیع بود. چون تشیع در مقابل عثمانی ها ایستاده بود، در نتیجه برای خودش حق استثنائی خواهد بود. این حق استثنائی تا به امروز سر جاشه. به این معنی که مجلس شورای اسلامی فعلی وقتی که چیزی رو تصویب میکنه، شورای نگهبان حق داره بگه نه. شورای نگهبان شورای مذهبیونه، سابق تو مجلس و در طب قانون اساسی مجلس شورای ملی که قانون اساسی مشروطه پادشاهی، این بار اینو آوردن بیرون تبدیلش کردن به یک شورای مستقل که ناظر است و داور است بر قوانین مسبب مجلس. این رو نگاه کنید، ما دست کم گرفتیم، یعنی متوجه نشدیم که در ایران مثلا فرض فرمود در بعد از کودتای شدیا یا بعد از هر اتفاق دیگه که منتهی به عقب نشستن ظاهری مذهبی شده، بعد از که رفتیم به سمت یه نوع تجدد و ملی‌گرایی و دولت ملت به وجود آمد، این خیال کردیم که برنده مشروطیت شده، در حالی که قانون اساسی که وجود داشت مانع برنده بودن ما می شد. نکته دیگه که در این قضایا هست اینه که ایدئولوژی مشروطیت یه ایدئولوژی دولتی، انقلاب با ازدواج با مذهبیون به قانون اساسی مشروطه سلطنت پادشاهی رسید، ولی روحانیون اینان مردم رو در دست داشتن، برای که قدرتشون نشسته در توده مردم بود، توده مردم فرهنگش مذهبش بود، در حالی که موت و جدیدی که تعدادشون شاید در شهر تهران رو 3000 نفر هم میرسید، اونها بر اساس آرمان‌های دولتی یعنی قانون این نسترالیز که تبدیلشون کردن و اتحاد نسترالی که در تمام دنیا رفت شد و دو باقه این قضایا به این سادگی که ما میبینیم نیست. اون رو که خیال میکردیم شکستش دادی وجود داره، اون که خیال میکرد خودش رو گذاشته توی قانون اساسی نادیده گرفته شد، در اعترافش نکرده. یعنی ما توجه کردیم به این که احزابی بسازیم برای رفتن به سمت تجدد و به سمت اجرای قوانین ناشی از منفی قانون اساسی، در حالی که اون حزبی رو که شما درست میکنید، اون ارتشی رو که شما درست میکنید، اون آموزشی رو که توی نسل جوان در استاد دبیرستان دانشگاه هر چه داده میشه، اون فرهنگی که بهش گفتن که پرورش افکار در اون زمان، اون رو که با تشدد همراهه، این میگوید هر کاری بخواید بکنید بکنید، ولی شما آرمان تو دولتی، من آرمان من نشسته در توده مردمه، آرمان من مذهبیه. ما فراموش میکنیم که
پادشاه وقت میرفت به مدرسه سپهسالار، رفتی تا صبح عاشورا بود، ولی نقطه مقابلش کمتر وجود داشت. جامعه شیعه یک جامعه است که در یک فرهنگ یک محوری داره برای بسیج افکار عمومی، اون عزاست. میدارم که بحث خود دقیق از لحاظ روانشناسی اجتماعی، ولی با ذکاوت و هوشمندی که شما دارید من سعی میکنم کوتاه بگم. فرهنگ عزا قدرت میده به روحانیت. شما نگاه کنید در این مجلس خط ساده و تشریفی دارید، تمام احترامات متوجه صاحب عزاست و هیچ کس نباید حرکتی ازش بروز کنه خلاف حرمت به این مجلس عزا. مجلس عزا مردم رو شرکت کنندگان رو به خیرگی، به سکوت، به گریه، به خودزنی، و اینجاست که وقتی مراسم مربوط به این فرهنگ سیدی زدین و تعجب دامشه میرسه به یک حالت مستی در خشونت. کسی که به خودش زنجیر میزنه، خمه میزنه، خون خودش رو میریزه و دیگران تماشا میکنن و احترام میکنن و رد میشن، این رو آسان نگیرید. این قدرت بسیج حکومت و مسئله سوی بعد روزخانی در شپردید به سمی ما میبینید که وقتی که آخرش میشه بحث مثلا راجبه ادالت، بعد آخرش میگه وقتی چند راجبه حسین و خودش ادای گریه کردن در میاره برای که اون جامعه رو یا اون شنوندگو رو به میخ عزا بکوبه و از اونجا این جامعه ای که در عزا نشسته بسیج میشه بهش هر فرمانی بدید اجرا میکنه. در دوره بعد مشروطه، بعد کودتا، این مراسم بدرن شد، ولی روحش که از بین نرفته بود. شما هر چیزی رو که در جامعه قدرن کنید، در جامعه که فرهنگ توده مذهب فرهنگ توده هاست، مثل الان کشور عربی مخصوصا در عربستان نگاه کنید، قطر فرد اینا رو هویتشون هویتشون مذهبشونه. بنابراین وقتی که شما مقابله کنید با این به طور مستقیم، اون نیروش بیشتر میشه. میگه این که آمده داره با خدا در میفته. بعضی ها ایراد میگیرن به رضا شاه که در ابتدا خودش جز سیده زنا بود و بعد قدقن کرد. درسته رضا شاه مرد مذهبی بود، مرد موحدی بود از زمان کودکیش، و بعد میبینیم که تعلقات مذهبیش اسامیش گوشته برای فرزندانش اینا همه با رضا ختم میشه، بلکه با رضا یه قدرت خیلی بسیج کننده مهمی در ایران داره. از اون بیشتر بود توجه مردم به مشهد، با مشهدی رو در برابر کربلایی ایجاد کردیم. این قدرت دارد داره دفتر انقلاب مشروطی میشه، یا ببینیمش باهاش کنار بیاییم یا نبینیمش و نفیش کنیم و اعتراض نکنیم. در تمام تاریخ عزا، تاریخ تظاهرات شیعه در ایران نشون میده که چه نقشی اینها داشتن، و این اینطوری نیست که یک شب وجود آمده باشه و از سر مکره. اینها همونه که با این گینه عثمانی رو عقب زدن. اما جامعه مدنی از مشروطیت قانون گرفته، بریم به سمت قانون. مردم دوست دارید که آقا یه ضابطه ای باشه که من بر چه اساسی با تو حرف بزنم، وقتی کارگرم یا وقتی که مالکم با مستاجرم با اساس چی حرف بزنم. در نتیجه ما تبدیل به سمت قانون گرایی و
ولی قانون گرایی در عرف مردم، در چیز مردم وجود نداشت. حتی در قانون تجارت وقتی که میرفتی توی بازار با رضایت طرفین معامله صورت میگرفت و بازار در اختیار مسجد و حضرتش بود. هر مراسمی رو که در این مذهب شیعه نگاه کنی، تا سوا باشه، عاشورا باشه، چیزی باشه، وقتی کسی میگیره سوم داریم، هفتم داریم، بعد یا سیزده همو میگیرم، کله داریم، اینها عمر اعضا رو دراز میکنن. اصلا عمر اعضا رو دراز کنن چون جامعه باید در تضرع بمونه. تضرع موند یعنی احتیاج به اطاعت داره، ضعیف میشه و میگه که بره راحت چه میگن راحت دیده. در نتیجه گریستن ثوابه، ثواب واعظان، ثواب باستان، ثواب باسه سنوخته، خودزنی، خودآزاری، گریه، قدرت انتقام جویی و نفرت رو بالا میبره. چون مشکلات جمهوری اسلامی الان اینه که میخواد ترمز بده به جامعه که سی و چندین ساله که میگوید مرگ بر امریکا و هنوز موفق نشد. اگر الان نگن به گوش من شما نرسه هنوز در خطرت میگن. چرا؟ برای که اینها صاحبان بباشد مسیج دهندگان مردمی هستند که در فرهنگ تضرع هستند و امتیازات دارند. سران تعزیه، سران عزادار، اونهایی که مراسم رو بکار کردن بعد امتیازاتی دارن و این امتیازات در جامعه روحانیت تقسیم شده. بعد انقلاب هم همینطور شد. به همین دلیلی که اینجا این سوال به وجود میاد که وقتی مشروطه انجام گرفت در حقیقت 100% یک قانون اساسی لایق نبوده، یک قانونیست، ترکیبیست از شرع و چیز بودا. این قانون حسن این داره که در بعض مواقع چنان قاطع و چنان مترقی هست که نمیشه به شیراد گرفت. وقتی میگوید اهالی مملکت ایران در مقابل قوانین دولتی متساوی الحقوق هستند، حرفیست قاطع مهم و احسن بر اونهایی که این مادر گذاشتن. برای که میگه اهالی مردم ایران، حرف زن و مرد امزد، یعنی آزادی رو به زن و مرد میده که شما مساوی هستید در برابر قانون. ولی در عمل وقتی که زن ادعا میکنه که من در مقابل قانون اس مساوی شده نیستم، اون وقت یه دفعه صداش در میاد. این تذبذبی که تردیدی که در دولت بعد از دولت های بعد انقلاب مشروطه به وجود آمد که ما با روحانیت بی‌اعتنایی کنیم، اونها رو به حساب بگیریم یا به حساب نگیریم، اونها رو تحقیق کنیم یا باشون مذاکره کنیم، این شد بلای جان تمام دولت هایی که بعد از اون اومدن. و وقتی که شما میبینید که آقای آیت الله خمینی در نجفه، هنوزم به ایران نیومده، هنوزم به لونوفرشاتوی فرانسه درفته، پیام صادر میکنه و وقتی صادر میکنه روی نوار ضبط میشه و جلوی اون دستگاه نشسته و هق هق گرگه میکنه که من دیگه قلبم گرفته، مریضم، برای شما دعا میکنم. و اون گریه قوم رو تکون داد که آیت الله ما رضی رسیده که به گریه افتاده. و این قدرت وزید شد. هیچ کدام از رهبران انقلاب، نه آقای خامنه‌ای، نه آقای طالقانی، نه مرحوم بهشتی، نه مرحوم منتظری، نه آقای رفسنجان، هیچ کدامشون این قدرت بسیج رو دنبال نکردن. اونا مأموریت دیگری داشته، مأمور دیگه بود که به دنبال مبارزه مسلحانه و مبارزه مسلحانه زمان علم صورت گرفت و علم بود که با روحانیت افتاد.
بعدم بود که گفت شش ماده قانون اساسی ایرانه و روحانیت گفت و جبهه ملی گفت که اگر شش ماده قانون اساسی، پس قانون اساسی چی شد؟ اینجا این بحث تاریخی پیش را که مذاکره نشد ولی قاطعیت هم به خط داده نشد. قاطعیت این نیست که شما اگر که قانون حجاب رو تصویب میکنید در زمان تاشا با اون زن طرف بشید که چادرش رو مثلا نگه داشته. شما باید به منشأ نگاه کنید، برید دستور این چادر از کجا میاد، با اون باید معامله کنید. نتیجه چی شد؟ نتیجه شد که بعض روحانیون با دولت معامله کردن فردی و بعضی روحانیون ابدا با دولت معامله نکردن، چون گفتن معامله دو طرف بخواد، ما باید با هم حرف بزنیم. از اینکه شما یه غربت که به من بذارید، یه انعام به من بدید، یه حقوق از اداره اوقاف بگیریم، این برای من کافی نیست. سومین مسئله اینه که ما در یک جبه مشروطه ایت قرار داشتیم. ما برای اون چیزی که ادعا شده کردیم نگاه کنید، تمام کتاب هایی که نوشته شده، اون چیزی که ادعا شده کردیم، رفتن به حکومت غیر مذهبی، رفتن به سمت دموکراسی، ما برای این بعد از تصویب قانون اساسی و متمم قانون اساسی ابدا کوشش نکردیم که این فکر نبل خوب مشروطیت رو ببریم توی توده مردم، یعنی یک کار حوزه‌ای بکنیم. اونا کار حوزه‌ایش رو داشتن، کار روزخونش رو داشتن، کار ازاش رو داشتن، مشهد داشتن، یه خورده از قوم داشتن، نجف هم داشتن، کتابش رو داشتن، مدارس دینیش رو داشتن. ما میخواستیم از طریق آموزش و پرورش مدرن به جنگ مدارس اونا بریم. تا اینجا درست، کار خوبیه، ولی اون با توده مردم در تماس میشینه، ساعتها مسئله میگه باش، در حالی که ما هرگز قوانین رو که میگذروندیم یا ادعای ایدئولوژی اینترنسیونی که میکردیم، همون که گفتیم در مقابل قوانین چیه، این رو تو توده مردم نمیگوردیم که آقا قوانین دولتی به تو چیزهایی میده که دشواری با شهر نداره، ولی ضمناً از وضایش از شهر بیشتره. به فرد شیعه خمس میده، زکات میده، خیرات و مبرات هم میکنه، مالیات هم میده و گاهی وقتا بیاضافه میکنه، برای که خاطر جمعه، چون این بازار بسته شده با برده، خاطر جمعه که از جای دیگه تأمین میکنه و ضمناً اعتراض هم نمی کنه. وقتی بخواد بره به چیز مکه میاد و میگه که اموال من شما حلال کنید، آیت الله یه پول ازش میگیره حلالش میکنه. ما کار رفتن به سمت مردم و توضیح دادن نکردیم، جامعه ایران نکرد. همین که تصویب شد، برعکس انتظاراتمون رفت بالا و دولت افتاد به این که مردم رو احتیاجات اولیه رو تأمین کنه و نیچه کار ایدئولوژی برای کشوری که تازه داره از حکومت به خارخانی فئودالی میاد بیرون و تازه داره میره به سمت تجدد، از مکتب، از مدارس قرآنی داره میاد بیرون، میره به سمت مدارس جدید. تمام خاطرات رجال مشروطه که بخونه میبینید که همه چیز، همه شکایت ها وارده، جز این که ما انتقاد از خود وجود نداشتیم. انتقاد از خود یعنی چی؟ یعنی نمایندهی که توی مجلسه میاد بتونه نقد کنه، مردمی که رأی میدن بتوانند صورت حساب رو بخواهند از
به نماینده مجلسشون. مردمی که ما رو یاد میدن بگن آقا چی شد. اینها رو برای اینکه دو راه داره دیگه، یا بایستی بگی میسه راما داری میری به سمت ترقی، یا باید بگی که نه بیا با هم بریم برای اینکه ببین افکار من با افکار دیروز فرق میکنه. این کاری که نکرده دمه داره به کس روی که قبل از اینکه ادعای خاص آخران رو شو کنه وقتی تاریخ مشروط داره نشته با نیکی ها شروع شد این انقلاب و به بد فرجامی رسید، همین اتا رسید، یعنی جا نیفتاد. در این جا نیفتادن دولت های بعدی رشه وی پری گستند من مسئولیت دارن، ولی مسئولیت اونا در قبار چیه؟ میگه من به تو بهداشت دادم، من به تو مدرسه دادم، من به تو دانشگاه دادم، من به تو راه دادم، من به تو صنعت دادم، من به تو تمام چیزها که نداشتی آب خوب دادم، نان خوب دادم، برابر که میگه راست میگه اینا رو دادی، ولی خب یه چیزایی هم هست که ندادی، من یه پرفایی تو گوشمه که با این چیزایی که تو بودی تطبیق نمی کنی. و در نتیجه قدرت های داخلی هم مانشین بودن هم خانه که همیشه با روحانیت در رابطه هستن، چون روحانیت از اونها باش میگرسته، املاک وقف و املاک وقت با روحانیت همیشه در تازه اونها جفهشون خیلی سریع تر میده. در این حالات اضافه کنید دخالت خارجی رو، دخالت خارجی انگلیس ها بسیار ناراحتن از ایران، برای که فکر بکرد این من بکرد دیگه به سمت مشروطت بعد مثل خودشون میشه مثلا، یا چیزی شبیه به خودشون میشه، یا حتی اقلت حتی نفوذ خودشون میشه، در حالی که معلوم شد که عملا نه در دوره پهلوی اول نه در دوره پهلوی دوم رضایت خاطر این کشوری که سابقا صاحب نفوذ درجه اول در ایران تأمین نشده. بنابراین بایستی از نو ما نگاه کنیم که وقتی که یه فکری داریم کافی نیست اون فکر رو به تصویر برسونیم، باید روی این فکر بحث کنیم تا به قول معلمین قدیم ملکه ذهنی مردم بشه. ما هیچ وقت این کارو نکردیم و کسانی که رفتن به سمت این که بیایند مسائلی که تو من بکرد بیداره با مردم قسمت کنند بحث کنند چی شدن، غالبا کسانی بودند که مورد ایراد قرار گرفتن. در یه چنین مسئله شما نمیدانید که کدوم طرف رو چیز کنید. این جامعه استعداد دوگانگیش رو داره. حالا چه رو داره؟ در که ما بعد از اسلام دو جور فکر میکنیم، بی خود نیست که دولت اینترنسیون دولت ملت به وجود بیاد، یه ملت هست که هویت تاریخی داره میگه من هستم، یه ملت دیگه میگه که اونی که بودم عوضی بود از موقعی که اسلام اومده ایران شده، یه ملت هست که وقتی تازه به زمان حافظ رسید یاد پادشاه رو خسروانی میفته شرابش هم میگه شراب خسروانی، یه ملت هست که میگه نه اساسا حالا این شراب که خوبه اساسا این نوع قصد زدن قدقنه، یه ملت هست که وقتی صحبت بکنه نامه می نویسه سوگند به یزدان می خوره، یکی می نویسه به یزدان و به یزدان، یکی دیگه به الله، یکی دیگه به خدا، در نتیجه دوگانگی ذهنی به وجود اومده. این دوگانگی ذهنی اوناش که باستانیه میره به سمت اینترنسیون، اونهاییست که اسلامیه میره به سمت قدرت روحانیه. جامعه پیچیده است و انقلاب معمولا کوره. شما نگاه کنید به حرفای مرحوم میرزاده عشقی. مرحوم میرزاده عشقی میاد به شما میگه بیایید جشن خون بگیریم، یک روز مردم در سال تمام تبهکارا رو بکشن. این ایده وارداتیه، این ایده از انقلاب کبیر فرانسه گرفته شده. خانم شارلوت کردی قهرمان این قضیه است، روزنامه نویسی بود به نام مرن،
دختر نگران و مریض بود و تنش اگزما داشت و دائم توی وان می نشست و توی اون وان سرکه می ریختن، ولی هر روز روزاواش بیرون می آمد و هر روز مردم رو به کشتار، به خشونت که بریزید و هر کسی رو که سر راهتون رو بکشید. من می دونم شک می کنید در عرایز من، ولی یه روزی سرمقالش اینه که من دستور میدم، من خواهش میکنم به تمام شرکت ها که کارت درست میکنم، یک کارت درست کنید دشنه دو لبه تیز و بلند ولی مثل شمشیر نباشه، به قدر کافی تولید کنید، بدید به مردم، این هم کاسبی هم عدالت، تا برن ظلما رو بکشن. و کشتار را افتاد در فرانسه، در شهرهای 8000 نفر 15000 نفر کشته شدن. انقلاب اینه. خانمی بود به نام شهرات کردی که به جمهوریت خیلی علاقه داشت، ولی تو کسانش کشته شده تحمل این که آدم رو بکشه نداشت. یکی از همون کارها رو برداشت به یه بهانه رفت پیش اون رئیس اون روزنامه که اطلاعاتی دارم باید به شما میدم و اون رو کشت. این آقای مراد جشن خون میخواد. مرحوم عشقی ادبیات اینجا رو که انقلاب فرانسه رو میگیره میگه بیایید روز خون نگاه کنید، به اشعارش نگاه کنید، به چیز به میکرفتش احترام قوال هستن به عنوان یک شاعر یا به عنوان یک کسی که در شعرم نوآوری آورده اون سر جاشید. یعنی یک نوع قشریگری از انقلاب در ما ظهور کرد که تا انقلاب اسلامی ادامه پیدا کرد. اگر شک دارید در این عرایز من، نگاه کنید به جرائد و مجلاتی که روشنفکران امروز می‌نویسند که چطور خودشون رو تجزیه و تحلیل میکنن بسیار اون با انصاف و شرافت مندانه که ما عوضی رفتیم و بعدم میگوید که ما این نظام بر افتاده نیست، برای که تا جایگاه فرهنگی توده در تصرف این هاست اینا میتونن بمونن. آجاز که توده رو روشن کرد و رفت به روشنگری تا یه روزی این مملکت بتونه به جای خودش بره. اگر میبینید که نهضت های اسلامی از همه جا میجوشه، برای که چی؟ هویت دیگری به این مردم وجود داره. اون که تروریست میشه، اون که تو داعشه، اون که تو هر نهضت، هر چیز حرکت اسلامی که میبینید وجود داره. تو نگاه کنید مصر که همه خیال میکنه یک کشور پیشرفته است، چند بار کودتا رو قبول کرده، مکتب چیز رو با یک اعلامیه میگه وجود ندارید اخوان روزیم، مکتب وجود داره. هر زمانده در این زمین وارسی ترمز کنه وقت آرد بانی دوستان نجب اینه که ما برای اون چیزی که باش زندگی میکردیم و ادعا میکردیم اون اسمش مشروطه پادشاهی بود ما کار نکردیم، توی توده مردم نرفتیم. کنفرانس من کشف فراموش نمی کنم تفلی 11 ساله 10 ساله بودم، کنفرانس هایی که در دور رضا شاه گذشت به نام پرورش افکار چه می کردن؟ رؤسای ادارات و کارمندان دولتی می اومدن و در اونجا راجع به ترقیات و جدوزه حرف می زدن، ولی توده مردم سر در می آورد، سر در نمی آورد و بعد بلند می شدن. آخونده می ره توی دونه دونه خونه ها، تو عزا میره، توی عروسی میره، جاپا داره هر دوش. اگه کسی مریض بشه در دوری که حسبه بود، من اون وقت بود به نظرم کلاس و مثلا دوم متوسطه بودم، آفرلازهای آمد که نصف شهر رو گرفت، آیتولای بزرگ شهر میرفت به دیدار مردم روز 13 میده، وقتی کسی حسبه میگیره روز 13 اگه خوب شد خوب شد، اگر عرق کرد بگره بعدش میمیره. میرفت اونجا و میفهمید که این داره عرق میکنه، میگفت به جده هم زهراب ایشون زنده میمونه و این میشود معجزه شد. و اون یکی دیگه بشراتا رئیس حزب نور بود که بعد داستانهایی داره بمانه. من دیگه این وقتم تمام میکنم از دوستانی که خیال میکنن آرمانی و ایدئولوژی داره قبل از یارگیری
قبلت از اول باید کار روشنگر کن که این رو بدرنده این رو توی مردم. اگه خیال بکنه که به احترام شخص مردم دو مال کسی بیدن عبدن، اگه خیال کنید که مردم سر از این لغت هایی که ما در روشن فکر بکار داریم در میرن اشتباه میکنید. نظام فعلی مردم رو به تحمل برده الان از بسیج، از جنگ و بسیج و نظامیگری و سپاهیگری آورده به تحمل و تحمل رو میگه میکنیم برای که دشمن بزرگیه. نظام دشمن میتراشه لازم داره برای که داخله رو بسیج کنه. همیشه باید یه یزیدی وجود داشته باشه. من با آقای یادم راست در آنسشون در حال که از رهبران انقلاب آشنام شریعتی با آقای شریعتی دوست بودم، میدیدم حرف میزدم باش. مدت ها راجع به یزید توی حسینی ارشاد حرف میزد برای این که بگوید در میان روحانیون یزید هست. داری مردم وقتی از در بیومدن پرسید، من میپرسیدم که مرادش از یزید کی بود، میگو مراد شاهه. نتیجه این میشه برای که قبل از اینکه آقای شریعتی بتونه فکر ارتجاع روحانیت رو به بازار ببره، اون روحانیت یزید رو به قدر کافی تجدیم درام تو چنده چند سال توی چنده اون مردم نشونده. ما با یک چنین جامعه ترم یکی هم نیست. افغانستان همینطوره، عراق همینطوره، سوریه همینطوره، لبنان همینطوره، قطع همش همینطوره. چون که فرقشون با گذشته یکی کمر گذشته دولت نداشتن، پول هم نداشتن، حالا هم دولت دارن هم پول دارن هم شعور امروزی رو دارن پیدا میکنن. کار مشکله و اونطور که روشنفکرها در داخل هم دارن کار میکنن بایستی سر به سمت روشنگری. قانون مشروطه پادشاهی ایران برای اون زمان مترقی بود ولی کسی پیامش رو به توی توده مردم نبرد. با تشکر بحث رو همینجا قطع کنیم. ممنون آدیت. ولی این کسی که شما بیان میکنیم مقصود از اون کس کیست؟ آیا دستگاه حاکمه؟ مقصودتون از اون کس که اینو به میان توده نبرد اون کس دستگاه دولته؟ یعنی دو جور میشه افکار برد توی مردم. یکی از طریق دولت که میاد گفتم در برنامه بزرگشا انجمن پرورش افکار درست کرده بسیار خوب، این وظیفه دولتی آبش پرورش بسیار داد گستده بسیار. من و شما که معتقد به مشروطه بودیم و جز دولت هم نیستیم باید فکر مشروطه رو بایستی انجمنهایی درست میکردیم انجمن نشر افکار مشروطیت و بیرفتیم با مردم حرف میزدیم به وسیله سازمانی که خودمون درست میکردیم با ابتکار خودمون، همون کاری که هر روحانیتی تو هر شهر تو هر دهی میکنه. این چیز رو داعش رو خیلی حرفش رو میگرم. داعش کپی کرده از ملا عمر. ملا عمر چی کار کرد؟ قنده ها رو گرفت بعدی که شوروی رو بیرون کردن، قنده های اون موسی رو گرفت، بعدا ثروت و توفنگ و هواپیما و هلیکوپتر و پول بانک و اینا رو گرفت شد قدرت. یعنی هر جای روز اول که رفت مدرسه درست کرد عکسش رو من دیدم، یه خونه گلیست تاق به گلی زمین، گلی مردم روی زمین نشستن، جوان ها یا بچه ها یا آدم گرده یا زن بردا با هشت دو نفر شروع میکنه و حرفشو میزنه برای حرفشو میبره به سمت عمل. ما بایستی تمام کار رو گذاشتی بوده دولت و روشن فکرها نرفتن این فکر مشروطه که هم نطفش توی قانون اساسی هست این فکر دموکراسی رو ببرد توی مردم که اگر مدرسه نداری داری درست میشه فکر. این کسی که من بگم یعنی این، یعنی حرکت خود به خود کسانی که به مشروطه اعتقاد دارن. مرحوم خیلی از رجال مشروطه
وقتی هوا رو پس دیدن خود رفتن آلمان، میرفتن ترکیه، کمی مشروعیت هم از ترکیه آمد تا بعدش میرفتن به انگلستان. و بعد وقتی که دولت دست و بارش باز میشد و امنیت مقبول بود، دلار پاشو بیا اینجا یک پست دولت یا بهش میدادن واقعی مرحوم دقیزاده واعظ درجه یک مبشر مشروطیت و بعد هم که از لحاظ علمی ترقیاتی کرد، وقتی که نمیتونه هیچ کار بکنه آخدا یه اتهام بهش داره، فرار کرد از مملکت رفت به انگلستان، انقدر ماند تا بهش یک پیشنهاد سفارت و وزارت کردن و بعد برگشت. تا از مؤثرین و بیشتر بوده، ولی وقتی میره توی دولت وظایف دولتش انجام بده متوجه نیست که ایشون یک آخونده بود مبشر مشروطیت، به حال نقش اون رو چی باید تو جامعه باز کنی، یعنی از خودش جامعه‌شون درست نکرد. و باز وقتی که بعد از رضا شاه که میره وقتی میگم چرا این قانون نفت اینطوری چی، میگه من از چشم رضا شاه میترسیدم، این هم حرفه. متد رو تقلیدی از اروپا گرفته بودن، قانون رو ترجمه کرده بودن، این چیزایی بهش اضافه کرده بودن، ولی شیوه بردن آرمان شد توی توده مردم برات نبودن. ارسی انجمن مخفی به وجود میاد، این است که احزاب فلان به وجود میاد و به جایی هم نمیزه. با وجود این مشروطه اونا که طرفدار و تجدد بودن تونستن و 56 سال مقاومت کنن. و الان نگاه کنید، اگر وضع به سبت آرام شده در ایران، در آهسته آهسته در حرکت بارونه میشه، یعنی کسی دیگری میگه وقت در ردیکا زبان مذهبی، زبان شعار اندناب آقای خمینی، زمانی که زبانی که میگم من تو دهن امریکا میزنم، این زبان تبدیل شده به زبان دیپلماسی. اگه ادامه پیدا کنه، حالا 50 سال 100 سال من نمیدونم چند سال نمیشه گفت، این جامعه زبان قانون و زبان مدیریت رو جانشین زبان مذهبی میکنه، بدون این که مذهب رو قطع کنه، بگه جای خودش باید باشه. گرفتاری دولت ترکیه چیه؟ به نام اسلام میاد کار باید متقن باید چیز کنه، عدالت اسلامی رو بیاره و ببینن که نه یک کاخ درست کرده 200 هزار تو رفع بر خودش و به نتیجه به مردم برمیاد. توده مردم در جامعه اسلامی دین شوخی نیست، در همین کشورهای چیز در اون کشور شما این مسئله دین هنوز هست. نگاه که تمام این آرمان ها و ایدئولوژی ها رفتن مذهب موند، کون فاشیسم، کون سوسیالیسم نوع استالینی شوروی، کون کمونیسم، کون ماویزم، کجا رفتن؟ اصلا صحبتی نیست. امروز صحبت ترور هست، صحبت خشونت هست، حتی تو جوان هم رفته، ولی که صحبت بردن ایدئولوژی توی مردم نیست. حقوق بشر تا کجا مفهوم مردمه؟ سازمان ها روش کاره، شما نشون به من بدید یه روزنامه ای رو که در جهت نشر حقوق بشر هر هفته یا هر روز که میاد جلو یه ستون داشته باشه، وجود داره. در نتیجه اونهایی که میخونن یادشون میاد که حقوق بشر وجود داره، اینو تصویب کرده. تعریف دولت در حقوق بین الملل روشنه، ولی اگه شما باز کنید کتاب حقوق بین الملل رو تطبیق بدید وضع قطر رو، ابوظبی و عربستان رو، به اونها میرن این دولت نیست، ولی کرسی داره در سازمان ملل. این ادعا رو باید برد توی مردم. وقف افرادی باید خودش رو در هند وقتی در دوران 63 ایده پیدا شده که ما شام و نهار و لباس و مسکن از دولت میگیریم، کارمون وقف تبلیغ دموکراسی.
مدت این کار شد، حالا بعدش تاریخ شد دیگه یادم نیست، ولی ما مؤمنانی داریم که اگر این شیوه که آقا داری دارن که 100,000 تا خلیفه دیگم که بیاد اونا شیوه خودشون ادامه میدن با مک بر اساس محور قضا یا بر اساس در بین سنی ها دو محور هست، یکی این که دین هویت ماست، یکی این که ما قبیله ایم. دو تا چیز میشه، دو تا محور پیدا میکنید. احوال ایران قوی تره، روحانیت ایران با برداشتار خانخانی رضایت داده عملا، با اشراکتی رضایت داده عملا، بنابراین خودش تو حکومت طبقاتی نیست. یه ایده مثل مشروطه، مثل دموکراسی فداکاری میخواد، شوخی نیست. چون در دوره که مثلا بهش میگن دوره درخشش صنعتی یا نور یا دوره زمان روشنگری، در اون زمان نویسنده ها هزاران داستان چیز کردن نوشتن برای که بری تو ذهن مردم، این آرمان تو ذهن مردم نرفت برید و این کس که افراد دافنوار باشن. نویسنده ای که من یک کتاب به من نشون بدید که در باره ماهیت مشروطیت و طوری بنویسه که باش بشه رفت توی توده مردم، همیشه کتابی نوشته میشه بر اساس مشروطیت داشتن میکن، ولی که همین مشروطیت خراب شد. نه، این مشروطیت خراب نشد، این مشروطیت جذب نشد در همه سطوح مملکت. قضا آماده بود، قضا رو میشد بهتر کرد، برای کسی دست میتونه این قضا رو نخورد، برای که این مردم از طرف خدا قضا شروع میگرفتن، قضا فکر شروع تفصیل دیگه میشه تا به اونجا. به هر حال این مراحل ایست که باید تیب بشه تا یه مملکت عقب مونده برسه به جای دیگه. ولی نگاه کنید قدرت کاسترو رو در 40 سال پیش، در 30 سال پیش، در 20 سال پیش تا دوره چاوز، نگاه کنید به کوبای امروزی، کو اون اراتیزا کجاست؟ اون شعرهای افسوس که یه شعر بزرگی هم هست که میگوید خنده استالین صبح سر جهان رو تأمین میکنه، کوش این قضایا ناشی از این است که روشنفکران فکر کردن، عالم شدن، مسلمن اتوریته علمی به پیدا کردن، ولی که فرضشو بر این هست بود که مثل دوره قاجاریه اگر بالا رو بزنید پایین تسلیم میشه. این اشتباه بود، این اشتباه. الان ما که به عنوان مخالفان اون چیزی که اسمش نظام ولایت فقیه حرف میزنیم، ما اگر انرژی اون رو فقط صرف این کنیم که بگیم اینا خرافیان، اینا بدن، اینا فرادن، نفت اینا هیچ فایده نداره، به جای این باید دیگه آقا وقتی میگرد مولا احمد عمر مرد، مولا احمد چی کار کرد، چی بود، چه جوری شد، ولی این که از بالا بای بذارنش میگه چی بمیره اونجا چه تحت بشه، این دوره از بین نمیبره. امروز یاران مولا عمر و دیگران رسیدن به اینی که یه بدتری وجود داره، خواهید دید این منصور که جارشین مولا عمره اگه پیش بره میره روی میهن افغانی صحبت میکنه و با همین اسلحه ممکنه توی دولت بره و امریکا رو هم بزنه. میهن افغانی من احتیاج به دخالت و اشغال نداره. منصور این اسم رو بیاد بیارید و زکیر رفیقش دو آدمی هم که رسیدن به این تئوری. حالا اگه بخواید بریم بسر این قضیه طالبان. بله بله حتما آقا. طالبان
در دولت کابل سالهای دراز دولت کابل دستشو به امریکاست، طالبان یه مکشب، اینا هایی میخوان با هم مذاکره کنن سال هاست وقتا در سال اخیر، برای مذاکره چه صورت نمیگیره یا به عقب میفته، در فاصله این دوتا یه جنگ با هم دیگه میکنن، برادر کشی میکنن. چرا اینجوره؟ برای از سوی طالبان اختیار مذاکره دست پاکستانه، برای که ملا عمر از طریق حقانی در گذشته از عربستان میگرفت حقوق کمک مالی قبل از اینکه قندهار رو جذب کنه فتح کنه، چون عربستان در پاکستان بدنام شد به دلیل کمک های تکرد بود به دیکتاتوری و به خیلی چیزهای دیگه و مدارس قرآنی، امریکایی ها یواش عربستان رو از پاکستان گفتن شما گفتون بکشید، واسطه رو کردن قطر به دولت پاکستان کار میکنن تا قول بدن به اینکه ما طالبان هم میشونیم سر میز مذاکره. پس طالبان اختیارش مذاکره دست پاکستانه، سرویس اطلاعاتیش، سرویس اطلاعاتی پاکستان همیشه 50% در اختیار امریکاست و اختیار پاکستان دست قطر از لحاظ مالی و کابل هم که دیگه میدونید اختیار مذاکرات دست امریکاست. بنابراین اگر مذاکرات پیش نبرید به دلیلی که اشکال سر جاش مونده، اشکال یعنی مذاکره بین دو طرف نیست، خیلی ایراد گرفتن به قرارداد لوزان و قرارداد وین، ولی نگاه کنید وین موفق شد که زبان دیپلماسی رو به جای زبان ورنگه بداره توی دهن مسئولان ایرانی، در حالی که ایران مستقل بود در مذاکرات با اون چهار تا دولت هم که معلوم بود یک نظر داشتن در مورد مذاکرات طالبان با دولت کابل. اینطوری نیست، نه طالبان مستقل از لازم مالی، چون وقتی که قندهار رو داشت مستقل بود، خودش هم کرد امیر خودش رو گفت امیر المؤمنین، و وقتی که دولت کابل رو با تمام همین طالبانی ها و مردم افغان میگن عروسک خارجی هست باوش. این که وقتی یه سرکرده یه ملا عمری بمیره یا اونه بکشن در این معادله هیچ تغییر نمیده. چند روز طول کشید به خبر مرگش برسه، ولی زمین بدونه که از سال 13-12 به این طرف چندی بار خبر مرگ این آدم اومد و به نخری این آدم که در جنگ باش شوروی که 10 سال طول کشید یه چشمش از دست داد. در روزنامه های خرب رو نگاه کنید می نویسن که این مرد اعور، یعنی یک چشم بودنش دلیلی که ما بشناسیمش همطور که هیتلر از سیبیرش می شناسیم، خباست هست تو اینجور حرف زدن. چرا نمیگن موشدایان اینجوری نمیگن؟ دلشون خوشه که یک چشم این کور شد. اون عمر یه همچین جدمی که بعد از اینکه زن و بچهشو دوزیدن، 3 زن داشت 8 بچه دوزیدن و بسیار بد رفتاری کردن با خود با چیز، بعضشون بعد نگشتن رفت توی قندهار یه مدرسه با کرد و بعد رفقای بزرگت و شاگرداش رسیدن به یک لشکر 12,000 نفر صرف 10 سال. منامر از پشتونی ها بسیار رزم آورن از سال 70
1979 که جناب ایران تقریبا همون طور است که شوروی ها تجدیدن حریف این ملت نیستن، تا سالهای بعد اینا مجبور بودن که گاهی برن به قلمرو پاکستان، برای که پاکستان مدارس اورالی زیاد داشت. شوروی اعتراف کردن که جنگ با افغان بی خودش این منت قلب ناپذیره. قبل از شوروی ها انگلیس ها میدونه که وقتی در هند بودن قشون سال 88-89 3000 نفر فرستادن، اینا 2099 تاشو کشتن. یکیشو فرستادن بودن برو بگو که چه کردیم با شما دیگه تو کشور ما نیایید. انگلیس ها شکست خورده بودن، روسا شکست خورده، امریکا گفت که نه من میرم نمیخورم. همون رفتاری که در کره مکارتور در کره چی نتونه سرش بشه، کشور تقسیم کرد، کره شمالی، کره جنوبی، کره شمالی چی شد؟ کره شمالی بدترین دون کشور جام دنیاست، میراث آقای مکارتوره، جنرال بزرگ. خب در هندوچین چی شد؟ هندوچین دفتر اونجا فرانسوی ها شکست خوردن که مستعمره شون بود، در دی ام دی ام فو شکست خوردن، آمدن گفتن ما دیگه فایده چی کاری نداریم. امریکایی گفتن نه چین روسیه داره میاد بیخورد تو این شوروی حراسی، ما حراسی که در اینا بود باشد که اشتباهات گنده این هر جا دیگه مخالفی داریم کشورشو فرد کنیم. صدام هم همینطور شد. این سیاست باعث شد که همسال ملومر ها از طریق جانفشانی رو امتی که باور داره فرقی جز بزن برداره به فتوحاتی برسن. حالا این آدم که پرورده مکتبیست که میگه رو پای خودت بیست، تو دین داری، خدا رو داری، وطنت رو داری، اونها عروسکن، حالا بخواه این دوتر رشنن رو روی هم دیگه. سیاست اوباما سیاست خوبی باید هم مذکره کرد، ولی فردا که این شهر رو رکن زابطه آقای منصور و زکیر چی خواهد بود؟ میهن که افغانستان اونجی این میهن باید اول از همه از خارجی پاشو بزنه دیران. چهارشنبه آینده اینا میرن به پاکستان برای که مذکره کنن. من چشمام هم ببخوری، ولی خدا کند به علت ضعفی که پیدا کرده این حرکت ملا عمر بنیادگرا خدا کنه به جای برسه، ولی اگه نرسیدن علتش استراتژی منصور هست که میگه به مسائل میهنی واضح کرد. سراج الدین حقانی نهزت میگه نهزت مصنوعی اسلامی از طرف عربستان و پاکستان و وابسته سرویس اطلاعاتی پاکستانه. بعد بازسازی گشود داره اینا اظهار نظر فقط داره، هیچ وقت هم کار بایم نگرد، فقط با هر سه دولت، یعنی دولت کرزای، دولت پاکستان، دولت عربستان سعودی فقط ملامساتی کرده. در پاکستان یک دفتر از نام دفتر قطر، دفتر قطر اینی که وقتی که یه چیز رو دست رو بگه آخر خب بوجهش تو بده. امروز اجتماع این امروز چهارشنبه در کجا؟ در کراچی با حضور آقای وزیر قطر. حق این بود که این آشتیدهی که بقای استقلال ما باشه در یه جایی مثل تهران انجام بیده، ولی دوجاشو به هم جور نمیاد. هر روز چرا قطر خودشو با قیمت داره کرده؟ قطر کشور عجیبیه، 11000 کیلومتر مربع و ذخایر گاز نمره سوم در جهان، با این نظام قبیله‌ای مدیریت میشه که خوبیتی نداره غیر از ده ها بیگری، ولی آمده استراتیجی برای خودش روز کرده، گفته که من بقابی هستم ولی مثل عربستان نیستم،
من با اخوان المسلمین موافقم، هویت در حقیقت هویت قطر منهای پول نفتی که داره و این کشور همه زاده استعمار انگلستان هستن، اساسش بر این است که با خودش رو در اختیار دولت غربی میذارن برای اینکه بتونن سرمایه خودشون پول خودشون نگه دارن. اینا اجازه ندارن نه مذاکره کنن نه جنگ کنن نه صلح کنن. بنابراین اینها یک دولت دامنی نیستن. قطر آمده یه رای پیدا کرده که بگه من اول قرار بایستی بهار عرب و بایستی اربت گذاشت، اخوان و سوین را کمک کرد، زد و نقیل بهار عرب را که به اسلام به اخوان و سوین نداره، دو تا استراتژی مختلفه، ولی یک کشور کوچیکه که پول دستش را منتظر دستور بشنسه که چیو کمک کن چیو کمک نکن، مثل یه آدم کتونه میمونه که میخواد خودشو به سطح بزرگاه بکشونه. کنفرانس دوحه تشکیل میده، تمام متفکرین اقتصادی بیان اونجا. چرا؟ برای خرجشو میده، موزه های کپی میکنه، ولی مقامات که تفصیل میکنه میده قوه خیش خلیفه، خوبیش های امیر. 200,000 قطری تو دنیا وجود داری، ولی قطر 2,200,000 جمعیت داره، 200,000 مهاجر هست، نسلا در نفت بونن حق ندارن قطری بشن، و اگر قطری بشن زوب بشن تو دیگر. این میشه کشور در کرسی هم در رسازگاه میدن برای غربی ها یا اینا دوست دارن میچاپن راحت، اما پول میخوان اینا بهشون میدن، اما پیبا میفروشن. اخیراً میدیدم چندین فروردین 17 فرد در تراز خریدی به کشور 11,000 کیلومتری، این فرودگاه درست کرده 600,000 متر مربع. از این خودش رو خیلی بدتر میدونه از ابوظبی و دیگران و کویت و اینا، ولی حالا به خاطر داعش همش رو فعلا با هم حرمت میذارن. بنابراین فردا اگر که خواندید تا شنیدید که به لطف قطر این مذاکرات داره پیش میره، بدارید قضیه کجاست، لطف قطر نیست، اونها هستن که به قطر دستور میدن. به کشوری که رشد اقتصادی داره از بابت فروش گاز 6.5% و تمام پست های کلیدی تو دست غیر مهاجرینه، و غیر مهاجرین داستان یک جواری بخوده که من حق ندارم لباس خدا بپوشم، وقتی که مثل عربا نمیپوشم لباس منو مسخره میکنه، من تصمیم گرفتم عینن مثل غیر عربا لباس بپوشم. این از کجا میان؟ از نپال میان، از هندوستان میان، از کشورهای فقیر میان، از بنگلادش میان، 60 ساعت در هفته کار میکنه، سندیکا نداره، برای که قطعا سندیکا یک اصطلاحی دارن بین خودشون میگن که ما به وکالت ایشون رو قبول داره اومدیم اینا که کارچان کنن برای که مهاجره نمیارن. انواع هر شرکت ساختمانی بزرگی که این دور یه شعبه داره باید دائم بسازه، دائم چیز کنه تا این پول برگرده به صاحب اولش. اما کاری که قطر کرد که به خودش هویت بده، شبکه الجزیره است. شبکه الجزیره آمد که من میکروفون در اختیار مخالفین میذارم، مخالفین حکومت های یک شناس، حکومت های قبیله ای انتقاد کنید. شروع کردن پیش رفت، آقای باروشی از تونس می اومد، قرداوی از او بر می اومد، هر کدومشون از یک سوبی بودن و صحبت می کردن. بعد عربستان باش مخالف شد که تو اخوان رو قبول داری علیه امام تنفیر می کنی، مدت ها قرارش کی بود. از جزیره امروز یه شبکه ایست که نفوذش مثل دستان پیش نیست، بلکه اون
موج اول رو کنترلش کردن، اون ملکه اون امیر هم رهبر به سرش آمده، قطر به حماس کمک میکنه، ایران هم به حماس کمک میکنه. فرقش چیه؟ فرقش اینه که حماس میگه که من پول دارم، قطر میگه من پول دارم، حماس عربه، من برادری اسلامی کمک به اینا میکنم. ایران چی میگه؟ میگه نه، حماس رو کمک میکنم برای که با پایگاه امریکایی که اسرائیله در بیفته. دفاع از اخوان در قطر دیکته قربه، برای که عربستان سعودی نرم بشه، رقیب پیدا کنه، اینو بادش میکنن به وسیله رادیو تلویزیون تا اون چیز بشه، آروم بشه. درآمد متوسط سرانه قطر 93,000 دلار در سال. این مهم نیست، مهم این است که با این همه شما نگاه کنید که حق شکایت از کارگر سلبه. دفتر حقوق بشر یک گزارش داده که کارگران قطر که ساعت کارشو وحشتناکه و این مسئله کفاله که به میل خودشون رو در اختیار یک دلال هایی که کار براشون بگو کنه میذارن و هیچ کس هم نیست که فریاده حتی بینوگره بشنه. قطر و شبکه اتزلی نهده بارو میذارن خودشون رو متوقعه تر از عربستان، چون در حالی که مشکلات و وزارتی که در جامعه قطر هست ایدن در جامعه بقابی عربستان هم هست. حالا این کشور میاد خودشو میکنه به چیز رقیب، بعد شایعه میکنند به وسیله وافر افریقایی که محبوبیت عربستان سعودی از بین رفته، ایشون محبوب هستن، ایشون محبوب هستن. بنابراین وقتی که در شرم الشیخ ملک سلمان رفت اونجا از پاکستان گفت 30,000 سرباز در رو هم بفرستید من جواب یمن رو بدم، نواز شریف که هر ورده خود عربستان موقعی که کودتا شد علیهش رفت در جده و سالهای دراز اونجا موند با بازدگی مرفه، گفت که من نمیتونم از مدرس باید بپرسم، مدرس هم رد کرد. چرا مدرس رد کرد؟ برای که دیکتر که عربستان در پاکستان نباید دیگه جایی داشته باشه، این قطره. بنابراین قطر هست چی گفت شما قبول کنید، برای که این تو افکار عمومی قابل قبول تر از عربستان سعودی، به خصوص در عربستان که به اسرائیل هم نزدیک شده و در مخالفت با امریکا. در حال بخواستم عرض کنم که مذاکرات طالبان و افغانان در هفته آینده اگه عقب افته دو شخصیت رو میاره جلو و این دو شخصیت استراتژیشون بر اساس مسائل میانی است. اگه مذاکرات پیش بره تاثیرگذار خواهد بود؟ نه، این پنج به اضافه یک نیست، یه آدم مستقل در مقابل یه آدم مستقل نیست. وقتی که میشینه منصور مقابل آقای قانی و قانی در رابطه آمریکا هست، میشوین آقا شما توجه داشته باشید شما قدرتی نیستید، از قطر دارید بگیرید و اون هر چی بگه که میهن میهن افغانی فلان و اینا موفق نمیشه، در نتیجه بحث میکشه به توی مردم که جریان چیست. حرکت طالبان ضعیف میشه و مردم متوجهن که پول خارجی است، منتها یک جا اینجا از این طرف به امریکا از این طرف به قطر. توجهش بشه به این نکته که دولت اوباما استراتژی مذاکره رو پیش برده، رشد امریکا از لحاظ اقتصادی قابل تصدیقه، ولی در افکار عمومی در سوداژو در دریابی میکنن میگه که اوباما محبوبیتی نداره. چیزی نمیشه تفسیر کرد.
یه ریزی دولتی آمده استراتژی مذاکرات پیش برده، موفق هم شده، روش اقتصادی وجود داره، بسیاری از برنامه های دیگه هم اجرا شده، تصویب شده، در هر حال میگن محبوبیت نداره. بعد روی سونداج شدتر داره اوباما کدومش، در هر حال من شدتر روی سونداج شد دارم. مردم در بعض موارد دست دولت رو نمیتونن بخونن، دکه های سونداج روش های متعدد دارن. بنابراین وقتی یه ملت دست دولت رو درست نمیخونه میفته تو چاره مخالفت و این باستاب پیدا بکنه توی افکار عمومی. این خلاصه ایست که خواستم به شما بحث کنم از باب مسئله افغانستان و طالبان که ادامه دارم. اگه وقت بود اشاره به ترکیه میکنیم و جنه. بله بله آقا، ما به قول یکی از دوستان که زیادی حرف زدیم. نه اگر که شما لطف کنید. نه نمیدونم چقدر وقت داری، برای که بعضی ها معتقد داری که من طولانی صحبت میکنم. فکر نمی کنم، ولی اجازه بدید راجع به ترکیه هم یه قدری برمه. ترکیه و ایران دو کشور همسایه مسئله یک تحول ناگذیر جلوشون، رئیس جمهور با دو فرمول مختلف نه موازی. رئیس جمهور اقتدار طلبه آقای اردوغان یه عقب جرد کرده، عقب جرد سیاسی کرده نسبت به داعش و یک هم حالت تاختن پیدا کرده به کردها، به بهانه کردها داعش رو میزنه، به بهانه داعش کردها رو. چرا؟ برای که وقتی شورش افغانه سوریه شروع شد، اسد به توپ با کردها معامله کرد، شفاهی اختیار اجاره مناطق دستشون داد و گفت در که با نظامی همون از شهرها شما شهرها رو اداره کنید. پس کردهای سوریه آماده این مدیریت شدن و گفتن یه روزی به خودمختاری بدیم مثل عراق. دولت ترکیه از این بابت خوشحال شد، برای که خودمختاری عراق دیگه، خودمختاری سوریه رو اگر ببینه، خودمختاری 15 میلیون کرد داخل ترکیه رو بایستی جواب بده و قویین با تشکیل یه دولت فدرال کرد و ترک مخالف. چرا اردوغان که اسلام اعتداری رو تبدیل کرد نتوانش انتخابات رو ببره؟ کشوری که داشت از لحاظ اقتصادی پیش بیرم بوده که 10 سال من میگو به قول آذربایجانی نمونه هست، برای که رفت به سمت سیاستی که پوتین داره چه اجرام کنه. پوتین میگه من وارث شوروی هم، وارث پیروزی ها و پرد شوروی هم، این هم میگه من وارث عثمانی ها هستم و عثمانی ها که در یه منطقه محدودی در زمان سلجوقی ها قدرتی داشتن و رفتن تا مرکز اروپا به مدت 5 قرن خلافت اسلامی داشتن. پس نظامی ها رو محدود در قدرتشون به نام دموکراسی، مردم رو بسیج کرد به نام اسلام اعتدالی، یعنی من نه ایرانم نه عربستان، ولی در افتاد با تقاضاهای مردم. حالا این حزب میخواهد مسئله کردها رو داشت میخواست حل کنه، نتوانست، نه ارمنستان رو تونست حل کنه نه کردها، و بعد هم با ترکیه نزدیک شده، ببخشید با عربستان نزدیک شده و
به نام این که ما بر شما دو انگشت اسلامیم که هر دو خلافت رو داشتیم و چون عربستان خوشنام نیست الان در دنیا حتی با امریکا از طرف داره بلاغنی خودشون نامزد آینده رهبری جهان اسلام میکنه. تئوریسین ایشون احمد داوود‌اوغلوه که قبل از انتخابات اخیر نخست وزیر بود، بعد از انتخابات که انتخابات شکست خورد از رج مردم بازیرم نخست وزیر شد و این لج دهنکجیست به مردم. در هم موقعی که بمباران کردن بعض که میدونید که ترکیه عضو ناتوه ولی راه داد به داعش که جهادگرها از سراسر جهان از اون رد شد و راه داد به داعش برای اینکه اسلحه و با هر چی که لازم داره احتیاجات از این ور رد شه و خیال میکرد با داعش دوست بشه و خیال میکرد حتی یه دفعه گفتن آقا شما عضو ناتو هستید چرا در مبارزه علیه داعش شده؟ گفت داعش با ما بدی نکرده. کور خود تا یک دفعه دید دوستان غربیش از دست داده، نه ایران تونسته فریب بده، نه عربستان تونسته فریب بده و نه اسد باش خوبه و نه اسرائیل. در نتیجه با علت بندیجه کوبانه رو گرفتن و راه بر داعش بسته شد. تمام مرز 400 کیلومتری سوریه در شمال که مرز بود بین ترکیه و سوریه کردها گرفتن. چون کردها اینجور گرفتن این وحشت زده شد. چون وحشت زده شد به بهانه یه بمبی چیزی حمله کرد به داعش ولی در حقیقت هدفش کردها بودن. داعش سه دو سال قبل از یک سال قبل که آمده عواملش رو تو ترکیه کاشته و دستگاه امنیتی ترکیه متوجه نبود. داعش به بلافاصله جواب داد، وقتی جواب داد 30-40 نفر کشته شد در منطقه سروج در جنوب شرقی نزدیک بندر آدنا. این اردوغان سه تا شکست خورده در قضیه ارامنه، در قضیه کردها شکست خورده، در قضیه پارک قزی اگه یادتون باشه که مردم میگفتن این محیط سبز ماست، گفتن اینجا باید بشه مرکز تجاری. کامیون آمد، بولدوزر آمد، افتادم به شهردار رجوع کرد به دادگاه، دادگاه رأی داد به مردم، گفت مردم هم دارن این فضای سب باید باشه. از دادگستری خودش خواست شکست بخوره، گفت قدرت رئیس جمهور بالای دادگستریه، بنابراین من رأی دادگاه میشکنم. باز درکت جوی برزم و بعد شکستم که خود تو انتخابات دیگه بدتر شد. شما 10 سال فرصه اقتصادی داشتید، عضو جامعه، عضو وابسته جامعه اروپایی هستید، عضو ناتو هستید، شما که نمیتونید خلاف بکنید. حالا برگشته چون داره کردها رو میزنه، امریکایی موندن که چه کار کنن. امروز اگه نگاه کنید جرایت بزرگ دنیا رو میگن که آیا امریکا کردها رو داره قربانی میکنه؟ ولی امریکا نمیدونه چه کار کنه. برگه از این طرف ترکیه داعش رو میزنه خوشش میاد، از این طرف کردها رو میزنه نمیتونه انتقاد کنه از ترکیه، برگه ترکیه میگه من داعش رو میزنم به شرطی که شما در مسار کردها ایراد دخالت نکنید، من تحمل خودمختاری کردها رو ندارم. مثلا آسون نیست، قصد سیاستش سعیتر از اینه با اونم گرفتاری که داره آتش بس میدن ترکیه و با کردها که در حیرت آتش بس با داعش نیست با کردها هست. آتش بس دروبیه دوباره ارتشه در کوهستان قندیله، کوهستان هست که کردها درش تا
تون اینها ساختن خونه ها اینقدر با مشقت زندگی میکنن، ولی 20 ساله اونجا زندگی میکنن. یعنی کوهستان قزل در حقیقت سنگر بزرگ کرداست. موقعی که دولت جدید بعد شکست انتخاباتی پیش اومد، احزاب دیگه گفتن ما شرط تو دولت تو شرکت میکنیم، تا اکثریت نداریم. وقتی دواتوغلو دو مرتبه شد نخست وزیر، یک روز خوب توجه کنید 600 نفر رفتن بازپرسی اعزامش کرد. یک روز 5000 پست عوض شد. بنابراین جامعه که کار کرده میخواد بره به سمت بهتر شدن، برای که جامعه روش کرده، سیاست طبعه آقای اونوان مانع تحبولی از تحبول میترسه. اولین تحبولش اینه که اگر توی مجلس بخواد بسید میخواد شهور با تمام اختیارات لازم بشه، اگر توی مجلس اعتراف نکنه یا باید مجلس برنر بشه یا انتخابات ترشید بشه. در حالی که سوریه که ارتشی داشت 230,000 نفر، یک سومش کشته شده، نزدیک 80,000 نفر سر جاست بایستاده بیور هستم. ایران هم کنه کشم کنه دیده نیست، ولی خیلی بسیار خوشحال میشم که قرار داد بیان باعث بشه کمک های ایران ادامه پیدا کنه. ولی نه داعش درسته هنوز بزنه نه اون. چرا؟ برای که در داخل این منطقه ای که اسد حکومت میکنه، قوای مختلف مردم، قوای مخالفین گاهی وقتا مجبور میشن از خود اسد دفاع کنن. اینقدر گروه در گروه به وجود اومده. اردوغان در شوخات با ایران رابطه خوب داشته باشه. چرا؟ برای که میگه که من در رابطه هستم با عربستان، در رابطه خود در حل مسئله اختلافات عربستان ایران من باسته باشم. نه، احتیاج به جنابانی نیست. ایران رو برده چکار کنه؟ من سلوانم گفته که ما باید با ایران صحبت کنیم. وقت ایران رو برگشت باید به تجارت ایران و ترکیه مثل سابق ادامه داره مشکلیات نیست. اما تو سنی و عربستانی، من شیعه ضد عربستانم. الان بنابراین زیاد بحث نکن، ما میدونیم که تو با اونا هستی. این بود که تهران فریب بخورد. ما میدونیم که تو از سنی الزام میکنی، ما میدونیم که تو با یک کشوری که الزام فرقه‌ای داره و تو خودت میگی اعتدالی و نمیبینی که در سال 400 تا 600 آدم اعدام میشه، زیاد ادعای نکن. اگه در زمان رضا شاه و آتاتورک ببینیم رابطه را ترکیه خوبه، برای که سر نقطه‌ای که دخالت منصب در سیاست این رو راحتش موافق بود، بنابراین مثلا فرقه وجود نداشت و تمام اختلافات کرد و چیز هم سکوت برقرار بود. یه روزنامه از در ترکیه به نام توده زمان جای تنگ این میگوید ترکیه بیش از اون چی که کرده در عهد شکری با مردمش، حتی در مورد داعش هم عهد شکری کرده. اما ایران در مقابل ترکیه، ایرانی در آغاز یه تحولیست فرصت نمی کنه، فرصت بهش نخواهد داد که چپ در قیچی راه بره. ایران هم احتیاج داره، مردم خستن. 36 سال هر چه گفتن بله، همزاره اعتماد باز شده،
جوان ها میرن توی چی میگن آقا ما طرحی داریم که دست بزن یا نخواد چیز ایرانی همیشه قرور داره میگه من میخواد سیلیکون ولی ایران رو درست کنم به من اعتبار بدید. اما این قرارداد تصویب شده و این ایرانی که امید داره به سمت تحول مردمش امید دارن به سمت تحول ناگزیرشون دارن این جمهوری خواهان امریکا سعی کردن مدتی که در روز 20 میلیون پول جمع آوری کردن که بتونن شل کنن این قرارداد رو. این قرارداد در حقیقت چیز تازه نیست، این قرارداد توسعه اون چیزی که در نظام بوده. در یه مواردی نقطه نظرهای ایران و عربستان و سوریه به هم میرسه. در مورد سوریه بنابراین عربستان خودش داره آماده میکنه، امریکا به قول روزنامه اسرائیلی برای تلاویف حافظ میگه وین امریکا یه خیال بکن که وین یه قدمی استوید صلحه و ما با فلسطینی گشتن در یه قدمی صلح. و من سوال میکنه آیا واقعا امریکا ستیزی بر میفته؟ روزنامه بیروت میگن برای که بر میفته، برای که از نفس افتاده امریکا ستیزی، چون از نفس افتاده بنابراین محافظه‌کاران نمیتوانند همون نوع محافظه‌کارانی باشن که در زمان قبل از بوش دوم گفتن که چین در سال 2020 تا 2019 دنیا رو تسخیر میکنه. این پیش میاد رو سزا نمیمان. حالا ایران تمام نگاه کنید به کشور اسلامی خواسته چی وزیر خارجه فرانسه برای میشه به تهران مورد استفاده شغل ها را میگیره و آشان خوشمش میکنن راه ها را باز میکنن به زودی اون در ماه نوام را میاد اینجا ولی شهردار تهران نیروی موجود در شهر نیروی مخالف وین قرارداد وین به وجود داره میآیند پرونده ای رو که آقای فامیوس داشته در زمان نخست وزیری که خون آلوده تزریق شده بوده اون رو میکنن این پرونده 10 سال در دادگستری بوده و تفعه شده که اون این کار نکرده میان اون رو پیدا میکنن یعنی یه جامعه ایست که به مخالف نفس میده نمیترسه از مخالف خدا هر این بحثا میدونی مخالف به درد هم میخوره حرف خود اون از زبون رو میزنی که باید یه نقطه راجع مفسرینی که این مقایه اونو نویسن همیشه می نویسن این موزن پیدا شده دو راه حل برش هست یکی این یکی اون که چا نمی نویسن سه راه حل وجود داره. نگاه کنید به جرائد فرنگی دو سیناریو رو می شونیسی در نظر گرید نه این دو سیناریو ما که گزینه جنگ گزینه فلان مزدری این سرسر زدن خواننده رو محدود میکنه. شما دارید بابا نبید میگی برید یکی از این دو حالت یا خوبی بازی نه آبا یه امام جعفر صادق پیدا میشه که میگه نه بین خوب و بعد هم یه مرحله وجود داره امرو بیان امره. در ایران و در امریکا خیال میکنن یا با ایران یا بدون ایران، نه با ایران بر اساس حرف آقای اوباما پیشرفت گام به گام بازرسی و اعتماد خیلی ناچیز آقا میریم تا برسیم به اعتماد کامل. روزنامه‌های آلمان نسبت به ایران چشم تمام داره تمام میگه همه دارن همه بسی دارن هر که همه به ایران تولید ناخالص ملی ایران میدونه 366 میلیارد یورو
یعنی دو برابر یه ایالت آلمان که اسمش هست هست. فرانسوی ها کارخونه رو رو پشو دارن، اونا همه چیز از چیچ تا را آهان رسولم به ایران بیدن. بنابراین در میان این همه چرایدی که من نگاه کردم، یه دلیل اینم که وارسل یه حرف میزنه که معنی داره، میگه جمهوری اسلامی به سرسختی در تجارت شهرت داره، احتیاط کنید، خیال نکنید که یه پول ریخته توی میلیون ترمیری جمع میکنه بیارید، این همون رو ادوانس میکشن، این هم سمجن حواست رو جمع کنید. اینه که دولت امریکا خیلی جوش نمیزد صف کردید تا اروپا ببینه اینه که رفتند چه خواهند کرد. منظورش از این حرف اینه که کاغذبازی اداره زیاده، فساد زیاده، دولت تو معاملات دخالت میکنه، حواستون رو جمع کنید، اینه وارسته به سرمایه داره میشه. کشوری که در سال گذشته 694 نفر اعدام کرده، نه به دلیل سیاسی، به دلیل جنایت، جرم، قاچاق مواد و خط داره، و از این بابت ایران در جهان بعد از چین رتبه دومه. وارسته رو تخت داره میشه قوانین تجارت جهانی جان نیفتاد از این کشور، حواستو باشه. اینجاست که سفیر ایران در پاریس مثلا در مصاحبه که میکنه یک دفعه فرانسه رو به عرش میبره که بله تکنولوژی ظریف دقیق فرانسه برای که خول بده، خول بده ببره فابیوس و تهران و اونجا عکس فابیوس و کراواتش و دست خونینش رو نشون بدن که تو دست دارود رو خون این توده مردمه، اونم رئیس جمهوری که دعوت میشه به چیز با این کشور بایدی آرام رفت. جوان ها میگوین که ما فهمیدیم یا دولت کار درست کنه یا ما قبول نداریم، صداشو بلند ما میخوام تا تجارت کنیم، کار به سیاست نداریم. چندین مجله اروپایی اوریان وضع ایران دارن می‌نویسن، چون اونم یه انترنت داره دیگه، ایتوش به تظاهرات میدانی زمان آقای موسوی نیستیم، ما با هم تماس میگیریم، ولی قافلن که تو دام بار عرب میفتن، بار عرب هم جمعون همینه میگفتن در مصر و پرید بردن. خطر از چند سو هست، سپاه محافظگار هست، اشتباهات و محاصره جوان هست، پیر شدن رهبران دست اولی که از اقراف شروع شد دابان، مدیران تازه رفتی که میخوان چار اصل پیش برید در اقراف بشینی اقراف افتاد یا رو جبران کنن، این ها مانع تحفیل. اما روحانی گاهی وقتا یه چیزایی میگه شاید صمیمانه بگه، یه روزی گفت که مردم میگن مقامات یا در جریان فسادن و باهاش مخالفت نمی کنن یا که خودشون فاسدن، اما اگه خود نظام فاسد باشه کل نظام و انقلاب هم فاسده دیگه. اینو میگوید که دیگه اقتصاد دستوری و پولی که میگن دانتر دست سپاه نباید بره، نگرش میدارم برش میدارم با رهبره به دون رهبره همه این احتمالات هست. یه دفعه دیگه گفته اونا لوجیسیال میسازن ما فیلتر میکنیم، آقا این استراتژی شکست خورده هست، جنته رو گفاده نداره استراتژی ما در قبال تویتر و آگردا این انترنت ایران شکست خورده است. اینو میگه فاطر شبه که جوان ها میشوند
کم رو دنباله کارهای انترنتی یا این کشوری که حالا برازاری خیلی در شروع خواهد روی بازار انترنتی دستی بزنن. دو قده در ایران هست مثل ترکیه که گرفتار یا ششواری، دو تا قده سپاه و اعتیازداران وابسته به محافظ کاران، اینا راهبندان تحول لاگزیره. سپاه باید تغییر وضع بده، حالا رونق اگه بیاد باید ببینیم که طبقه متوسط چون میگیره به کجا بشم میده. یک جرائد اروپا داره که تا نوشته که ایران باید بره به سمت بیگ بانگه. حالا اینا دیگه شعارهای اضافه است برای که ما تاستین اونا برسن. در هر حال اخبار مربوط به سوداگرانی که بخوام دارن ایران سر جاشه، ولی یاد که امریکا ایران هنوز در محاصره امریکا سازاز نظامی. هر دفعه تمام شد، سپاسگزارم اگه تحمل کرد. ممنونم آقا، سپاسگزارم از همه مهر و محبت شما، متشکرم تا فرصتی دید. ممنون از همه شما خوبان و نازنینان. گفتگوی با آقای دکتر ودی، امیدوارم که این گفتگوها کمک کنه و در حقیقت به آگاهی رنگی تازه بده. از همه مهر شما ممنون و متشکرم. اگر این برنامه مورد توجه شما هست، سوالات کنید که لینک برنامه را از طریق فیسبوک و تویتر و گوگل پلاس برای سایرین هم بفرستید. اگر اکانتی در بالاترین داری، لطف کن لینک برنامه رو در بالاترین هم قرار بدهید. به فیسبوک ما بیاید، آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/mihantv عدد 1. خوشحال خواهم شد که پذیرای شما نازنینان باشم. ممنون از همه مهر و محبت شما. درنگی میکنیم و در خدمت شما خواهیم بود. همراه ما باشید. متشکرم.